خبرگزاری رویترز به نقل از نسخه این یادداشت نوشته است که گفتگوهای صلح با طالبان تنها زمان آغاز شده میتواند که آنها از خشونت بر علیه غیر نظامیان دست کشیده روابط خود با القاعده را قطع نموده و قانون اساسی افغانستان را که آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و حقوق زنان را تضمین می‌کند بپذیرند. شورای عالی صلح در این یادداشت 11 ماده‌ای همچنان گفته است در این روند باید حکومت پاکستان که گروه‌های شورشی در آنجا پایگاه دارند دخیل باشد. جمهوری اسلامی افغانستان با ایجاد دفتر برای گروه‌های مخالف مسلح دولت موافق است، اما فقط برای روند صلح و انجام گفتگوها در این زمینه. شورای عالی صلح همچنان گفته است حکومت افغانستان ترجیح می‌دهد دفتر سیاسی این طالبان در عربستان سعودی و یا ترکیه باشد، اما مخالف ایجاد این دفتر در شهر قطر نیز نیست. ما عربستان سعودی و ترکیه را برای ایجاد این دفتر ترجیح می‌دهیم، اما نمیگویم تنها فقط اینجا باشد. شرط اصلی فقط یک کشور اسلامی است. با این وجود به نظر میرسد دولت افغانستان از مخالفت خود در برابر ایجاد دفتر سیاسی طالبان در قطر که در اعتراض به توافق آمریکا، آلمان، قطر و نمایندگان طالبان برای ایجاد این دفتر در قطر سفیر خود را از این شهر فراخواند، اکنون از این موضوع خود عقب نشینی کرده است. ما متعهد به روند مصالحه هستیم. تجربه 10 سال گذشته نشان می‌دهد که حل قضایای افغانستان راه حل نظامی ندارد. پیش از این حکومت افغانستان با انتقال 5 زندانی طالب به قطر بر بنیاد بخش توافق میان آمریکا و طالبان مخالفت کرده بود. در صورت با این معامله موافقت خواهد کرد که این زندانیان به افغانستان منتقل شوند.